پولتو بذار تو جیبتو، لامپایی که خراب شدن رو خودت توی خونه تعمیر کن. حتی میتونی با لامپای معمولی که توی خونه داری برای کوچولوهات لامپای رنگی درست کنی. ویدیومونو لایک کن و تا آخر ویدیو رو با من همراه باش. مطمئنم این بهترین ترفنده عمرت میشه که یاد میگیری. اگه لامپاتون خراب شدن و روشن نمیشن، کلاهک بالایش رو که بردارید از این تیکه های مربع زرد میبینید. هر کدوم که روشون خالهای سیاه افتاده رو به وسیله موچین یا کارد بکنیدش. کار خیلی سختی هم نیست. بعد با یک مداد روی قسمتی که کندید رو کاملا مداد بکشید تا گرافیت مداد روی اون سطح رو بپوشونه. حالا دیگه لامپتون تعمیر شده و اگه به برق بزنید روشن میشه. به وسیله 3 تا بادکنک هم میتونید لامپتون رو رنگی کنید. به این صورت که بادکنک های رنگارنگ بخرید. اگه زرد رنگ بخرید و بزنید بالاش، تقریبا به رنگ طلایی میزنه رنگ اتاقتون، مثل چراغ های آفتابی میشه. رنگ آبی بزنید از همه دلنشین تره. خیلی رنگ عالی و ملایمی به اتاقتون میده و میتونید به عنوان شبخواب ازش استفاده کنید. نور چراغ هم کنترل میکنه، خیلی زیاد به اطراف نور پخش نمیکنه. نور قرمز هم 100% فقط برای نینی ها جذاب تره. میتونید برای تفریح کوچولوهاتون این کارا رو انجام بدید. اگه رنگ زرد و آبی رو با هم بزنید، رنگ سبز فسفوری خوبی بهتون میده. بریم سراغ ترفنده بعدی. خونه ما هر کی زانوش، پاش یا هر جایی از بدنش که درد بکنه، یه دونه برگ کلم رو اوتو میزنیم و میبندیم به اون جایی که درد میکنه. یه شب تا صبح که بمونه دردش کاملا تسکین پیدا میکنه. شاید تعجب کنید ولی واقعا موثره. یه بار امتحان کنید، نظراتتون هم برامون کامنت بذارید که این ترفند برای شما هم جواب داد یا نه. به این صورته که یه برگ کلم رو بکنید، به وسیله بخار اوتو صافش کنید. حالت نرمی میگیره و گرم میشه. بعد کلم رو اون جایی از بدن بذارید و با نایلکس دور تا دورش رو ببندید تا نیفته و کیپ بمونه و حتماً باید شب تا صبح نگهش دارید. صبح که از خواب بیدار میشه این دیگه خبری از درد نیست و کاملا تسکین پیدا کرده. دوستان، این روش برای تسکین نه درمان، فقط به عنوان مسکن عمل میکنه. اگه برگ های کلم رو تو قابلمه بریزید و مقداری آب اضافه کنید و بجوشونید و آبش هم بخورید، یه درمان عالی برای یبوسته. خیلی بهتر از داروهای شیمیایی و زودتر هم عمل میکنه. با خیال راحت میتونید این ترفنده رو اجرا کنید. دیدین جاهایی از خونه که خالی مونده و موکت دیده میشه، پرس‌های فرش همیشه روی اون قسمت میشینن؟ برای تمیز کردنش هم نمیشه از جاروبرقی استفاده کرد، ولی با سنگ پا میتونید این پرس‌ها رو به راحتی جمع کنید تا یه دونش هم باقی نمونه. ببینید همه پرس‌های روی موکت جمع شد، هیچ آسیبی هم به موکت نمیزنه. اگه نقره‌جات دوست دارین و زیورآلات نقره زیاد دارین، با استفاده از گوجه فرنگی میتونید عین روز اولش برق بندازینش. چون گوجه فرنگی خاصیت اسیدی داره، تمام کثیفی و سیاهی‌های روی نقره رو پاکسازی میکنه. این مدلی لای گوجه فرنگی بذارید، نیم ساعت بذارید داخل گوجه فرنگی بمونه تا کارش رو انجام بده. برق افتاد و عین روز اولش شد. بریم سراغ ترفنده بعدی. برای تمیز کردن کفشای براق میتونید از کرم دست استفاده کنید یا همون کرم های آبرسان. تو این ویدیو یه قسمت کفش رو باش تمیز کردم تا قبل و بعدش رو ببینید و معجزه‌اش رو متوجه بشید. نیاز نیست که از واکس یا ماده‌های شیمیایی دیگه استفاده کنید. با همین مواد در دسترس به راحتی میتونید کفشاتون رو پاکسازی کنید و گرد و غبار هم روش نمیشینه. برای تمیز کردن کفشای پارچه‌ای خیلی راه حل امتحان کردم، ولی این موثرترین بود. فقط از مایع دستشویی باید استفاده کنید، هیچ لکی هم به جا نمیذاره. مایع دستشویی رو روی قسمت پارچه‌ایش بزنید، یه مقدار آب بپاشید، به وسیله یک پد شروع کنید که پاکسازیش کنید. در آخرم با یه دستمال روش بکشید، کاملا تمیز میشه. نگران اینم نباشید که سفیدک بزنه. اگه داخل کتونیاتون همیشه بو میده یا بعد اینکه کفشاتون رو در آوردی پاهاتون بو میگیره، فقط کافیه که داخل کفشاتون مقداری جوش شیرین بپاشید. دیگه میتونید با خیال راحت هر مدل کفشی هم که بخواید بپوشید.
برای دیدن ترفنده بیشتر چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشن. ممنونم که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنتاتون از چنل ترفندون حمایت کنید. خدا نگهدارتون.